GG4. سلام، ساعت 2 صبح اینجا که خیابون‌های نیاوران تهرانه و ما با مهرداد مزرعه اومدیم سر لوکیشن فیلم گذر موقت. بله، هوا بسیار سرده و ما برای تهیه این گزارش خدمت عوامل این کار اومدیم. این در همین حجم و در همین سطح لطافت داره، یعنی اصلا تعجب نکنین. غیر از این که میتونه بگه رمز خود را وارد کنین، وجه خود را بردارید و اینا، کلی میتونه مصاحبه‌های خوب بگیره. امروز افتخار داد اومد و با هم دیگه توی یکی از گفتگوها بودی دیگه، درسته؟ بله، توی یکی از گفتگوها بودم که با خانم شقایق فراهانی. بله، همم باشون عکس میگرفتن، خیلی جالب بود. یعنی مثلا من دیدم همه میگم، مثلا به بازیگره میگه بیا سلفی بگیریم، هنرمندان میگفتن که آقای مزرعه، آقای آبربانک بیا سلفی بگیر. من خیلی خوشحالم، ولی من هیچ وقت خودم سلفی نمیگیرم. چرا؟ چون احساس میکنی خیلی معروفی. نه اصلا، من خیلی هم خاکی هستم و از همه مردم و همه هنرمندان هم تشکر میکنم که به من لطف و محبت دارن. خیلی متشکرم، با ما همراه باشین. از این ور برین، گزارش پشتصحنه گذرم وقت تو بگین که امشبی که ما اومدیم جشن بالماسکه داشتم. فقط انقدی بهتون بگم که این فیلم در مورد دو تا پیرمرده که دو تا پرستار ازشون نگهداری میکنه. فیلم هم طنز ظاهرا و البته فانتزی. از این ور بریم ببینیم. آقای هاشمی عزیز، متشکرم که تو این سرما و تو این فضای باز وقتتون در اختیار ما قرار دادین. این سومین فیلم شماست. یکیش اکران شد، یکیش شما تو آمریکا ساختین که هیچ وقت رنگ پرده رو ندید و این سومین فیلم. اجازه بدید من توضیح بدم. اینکه میگید هیچ وقت رنگ پرده ندید یه معنی داره که معنیش اون نیست که شما میگید. نه، فیلم به گروه هنر تجربه ارائه شده، تایید شده و قراره که به زودی در گروه هنر تجربه اکران بشه و چیزم هست. یعنی اصلا زمانی که داشتم میساختم با این فرض که قوانین رو رعایت کنم و بتونه فیلم اکران بشه ساخت. شنیدم که یک داستان فانتزی رو دارین روایت میکنین. اصلا به نظر شما میشه گفتش طنز یا نه فقط باید بگیم که یک صرفا یک فیلم فانتزی رو قراره ببینیم؟ وقتی میگیم فانتزی باز وارد دستبندی میشیم، یه خورده پیچیده‌اش میکنه. نه، من فکر میکنم که خیلی از اتفاقات که به نظر ما فانتزی میاد داره در پیرامونمون اتفاق میفته، واقعیان از روزمرگی فاصله دارن. فیلم ما الان همینطوره، در جاهایی از روزمرگی فاصله میگیره و به مرز غیر واقعی بودن میرسه، اما چه غیر واقعی نمیشه، همه این اتفاقات شدنیه. مردم شما رو بیشتر به عنوان بازیگر میشناسن تا کارگردان، ولی حالا الان این فیلم میتونه یه شنا... حالا در یک هیئت جدید دوباره با هم آشنا میشیم. چقدر امیدواریم به این فیلم تو جشنواره؟ چه لحاظ، چون میدونیم که اکران جشنواره خیلی خاصه دیگه، یعنی به هر حال فقط به کیفیت فیلم ما بستگی نداره، به تمام فیلم های دیگری هم که در جشنواره تقاضای شرکت دارن به اونها هم بستگی داره و در نتیجه الان نمیشه گفت میشه، نمیشه گفت نمیشه. مثلا تقریبا کاردا و بازی ولی با اون فضای چیزی که ساخته شده بازی میکنید که یه بار ممکنه اولش اون صدا رو یه جوری واسطه داری حرکت شما از قبلش شروع کرده باشید صدا خانم فرشاد جی، خیلی متشکرم که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. در مورد این فیلمه که هم صحبت کنین، بعضی میگن کمدیه، یه چند نفری هم پیدا شدم گفتن که فانتزیه. حالا چجوری شما جزو کدوم دستی؟ نه، من بخش فانتزیشو قبول ندارم اصلا، فکر میکنم کمدیه، ولی به نظر من یه جایی طنز تلخه. یعنی یه جاهایی تو همزاد پنداری میکنی آینده خودت تو توی این پیرمردای ماجراها میبینی، مریضیشون اینا، ولی داریم شاد بهش نگاه میکنیم. سیمرغ میگیری؟ نه من نمیدونم ما چرا این روزا به هر کی میگیم سیمرغ میگیری اینقدر قاطعانه میگه. من مثلا به آقای مزرعه میخوام بدم. اصلا این نقشا اصلا قابلیت اینو نداره. من اصلا فکر نمیکنم، به خاطر اینکه ما داریم کمک میکنیم به اون دو نفر. من فکر کنم اگه قراره سیمرغی بگیرم اون دو نفرن که آن دیدم، یعنی نمیشه. نه اصلا ما اصلا در اون حد نیستیم. حالا خان فرانی هم فکر کنم بود کم بینی دارین خانم. نه خان فرانی یه کمک هم کن واقعا. اصلا ما داریم کمک میکنیم واقعا، مکملی. مامورا آها، آره. مامان چی میگه؟
چه حال شما قبوله که این مدتی خیلی پرکار شدین الحمدلله رب العالمین؟ نه من کجا پرکارم؟ کی میگه من پرکارم؟ یه عالم تئاتر بهم گفتن که نرفتم. وقت نرسیدم سر کار بدین. میتونستم برم. الان 4 5 روز سر اینم، یک روزم سر فیلم آقای معتمم بودم. یعنی شما آقای مدیری چی؟ نیستم. در حاشیه نیستین؟ خب ما الان سوالمون در اومد. چرا در حاشیه نیستین؟ به خاطر اینی که اصلا خانم‌ها حضور ندارن. اونا توی یه ندامتگاهی هستن که همه آقایون حضور دارن. البته خود آقای مدیری هم بازی نمی‌کنن. تمرکزشون رو کارگردانیشونه و 3-4 تا بازیگر اصلی اون کار فقط هستن. اصلا ما نیستیم. پارتنرتون تو این کار خانم فرهانی هستن، درست؟ حالا الان که بیننده‌ها نمی‌بینن ولی کنار ما هستن. حالا فکر کن اینجا نیستن. کلاً چه جور پارتنر؟ یعنی اذیت کنن، اذیت نمیکنن، بد اخلاقن، خوش اخلاق؟ من اصلا ایشونو نمیشناختم، باشون کار نکرده بودم. نه بابا میگم بعد خیلی جالب بودش که همش من اینطوری ام و خیلی منعطف خانم فراهانی همش جو و آروم میکنه. مثلا من شما اصلا مطلب نه ماشین، آره میگم آ چرا سرویس نیست به خانم فراهانی؟ میگه عزیزم بیا با ماشین من بریم. آ چرا به ما خوراکی نمیدن؟ عزیزم بیا خوراکی داریم. اصلا من میگم مگه میشه؟ من دیگه همش میخوام بخوام فراهانی کارو کنم، همچی چیزی ندیدم. خیلی پارتنر خوبیه، یعنی انقدر دوست دارم کارهای دیگه هم با هم انجام بدیم، خوشم اومده. خیلی مهربان. نمیاد بهتون ولی بد اخلاقی و بد اعصابی. الان دیوونه میشم، مثلا شیریم شدم الان ساعت 2. بعد خانم فرهانی اگه نبود الان من اینجا رو گشته بودم رو سرم، میدونین؟ یعنی این خیلی مهمه. خیلی متشکر که این موقع شب با این خستگی تو این سرما وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. نقش متفاوتیه برای شما، درسته؟ اینجا خیلی دارم لذت میبرم از کار و نقشم رو دوست دارم. به نوعی اجراش متفاوته، بله. برای جشنواره فکر میکنین که این فیلم میتونه براتون موفقیت آمیز باشه؟ دیده میشه نقشتون؟ بله. اینجا اون چیزی که من دیدم تو این چند سال، تر و خشک با هم میسوزن. یه عده واقعا باید جایزه بگیرن که میگیرن، یه عده هم نوبتشونه. نوبتیه؟ نه من گفتم تر و خشک با هم میسوزن. بعضیا واقعا استحقاقشو دارن و بعضی هم نوبتی میگیرن. ما چند سال پیش یه مصاحبه کردیم با هم دیگه. شما اون موقع گفتین که من یعنی رابطتون با سام خوب نبود. خب گفتین رابطه مادر فرزندی ما زیاد، نمیگم که خوب نیست، همیشه میگم روابط پدر مادر در دوران بلوغ پرچالش میشه و این تجربه ایه که هر پدر مادری داره. بعد ظاهرا قراره که با هم توی فیلم هم بازی کنید، در مورد یکم بگین که چه خبره، چه فیلمیه؟ کار شبنم عرفی نژاد عزیز هستش، یک فیلم نام است که در واقع 3 تا پرسوناج داره، یه مادر و پسره و با یه شخصیت دیگه‌ای که در واقع همون چالش‌هایی که این مادر و پسر دارن رخ میده و ایشالله که هر نقش پسرتون باشه. بله. بعد بریم بالا خانم فرندن، صداتون میکنم. بگیرین و باید همینطوری صحبت